الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث ما در رابطه با این عنوان بود که عنوان فقه الاخلاق مطرح شده است. مباحثی رو در رابطه با فقه و اموری در حول و حوش تفقه در دین بیان کردیم، منتها از جهت اصطلاحی این بحث یک بحث علمی است که از دو تا واژه فقه و اخلاق ترکیب شده. فقه در معنای اصطلاحیش که در فقاهت و مباحث عمومی کاربرد داره، استنباط حکم فرعی از هر حال منابع دینی است. اینجا مسئله حکم فرعی مقصود نیست، مقصود استنباط احکام اخلاقی از منابع دینی است. حالا گاهی گفته میشه فهم روشمند از منابع دینی که خب نیاز به یک شرایطی داره که ما هر حال بتوانیم اون شخصی که میخواد روشمند معارف اخلاقی رو از منابع دینی استخراج کنه باید مانند فقیه در فقه اصطلاحی به نوعی شرایط رو داشته باشه. بحث دوم در رابطه با اخلاق که در کاربردها دو گونه به کار بسته شده، یکی ملکات راسخ در نفس، حالا چه ملکات ممدوحه چه مذمومه، دوم در این کتاب ها اینطور تعبیر شده. حالا ما تعبیر این کتاب ها رو عرض میکنیم، منتها اون نظر خودمون رو هم عرض میکنیم که باید به نظر میاد که گاهی بعضی تعبیرات اصلاح بشه. کاربرد دوم ارزش‌های اکتسابی برها نفسانی است که برها اخلاق رو اینگونه معنا کردن که خب بین کاربرد اول و کاربرد دوم اون خصوص من وجهه. ممکن است بعضی ملکات راسخ اکتسابی نباشه و ممکن است به حال صفات نفسانی به ملکه کشیده نشه. ازا این فرق بینشون هست
که ملکات راسخ عمدتاً گاهی به اون صفات غیر کسبی هم اطلاق میشه. بعضی ها یک ملکه غیر کسبی به واسطه حالا شرایط خانوادگی امثال اینها براشون پیدا میشه، اینو گفته میشه این دارای این اخلاق خوب یا بد است. اما ارزش های اکتسابی عمدتاً یا صفات اکتسابی عمدتاً صفاتی است که به اختیار و کسب انسان تکیه میکنه. اون نکته ای که عرض کردم باید بهش دقت کرد، ارزش های اکتسابی تعبیر شده کار بود. دوم که به نظر بنده این نباید باشه، صفات اکتسابی که حالا بحثه که آیا افعال برحال اخلاقی که تحت عنوان خیر یا شر قرار میگیره اینها هم از مسائل اخلاقی هست یا اینکه نیست. چون افعال انسان عناوین مختلفی به خودش میگیره، محور مباحث اخلاقی به مسئله ارزش و ضد ارزشه که چه چیزی ارزشه، چه حال صفتی، چه عملی و چه عملی نیست. لذا بعضی از صاحب نظرها حیطه مباحث اخلاقی رو وسیع‌تر مطرح کردند، حتی افعال رو هم در بر میگیره. حالا ما این اجمال رو از این به هر حال نظرات از کردیم، منتها اون چیزی که باید بهش بیشتر توجه بکنیم این است که ما فقه اخلاق دینی رو میخواییم بررسی بکنیم که در حیطه دین اخلاق به چه اموری اطلاق شده است. خب این آیه شریفه رو اول باید به هر حال مطرح میکردیم که مقفول واقع شد، انک لعلی خلق عظیم، که خدای متعال پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله رو بر اخلاق عظیم می ستاید. البته در قرآن کریم تعبیر اخلاق به صفات ضد ارزشی هم اطلاق شده که انهازا الا خلق الاولین داره، که همون حال اخلاق و منش های شرکالوده که در مقام مذمت خدای متعال داره ادهی رو اینگونه برحال تعبیر میکنه ازش. غرض اینه که هر جا بحث اخلاق مطرح میشه نباید فقط به صفات حمیده معنا کرد. علم اخلاق خب اون سری از معلوماتی است که ما رو به صفات خوب یا بد توجه میده و راهکارهای کلی اتصاف به صفات خوب یا دوری از صفات بد رو، که مجموعه مسائل که بر این محور دور میزند رو حالا علم اخلاق ازش تعبیر میشه، که ما به هر حال به این عنوان
در متن شریعت نداریم علم اخلاق. عمدتاً اخلاق در متن کتاب و سنت مطرح میشه. اون وقت اینها وقتی که چینشی میشه، یه مجموعه‌ای میشه، این میشود علم اخلاق، اون دانشی که صفات حسن یا رذیله رو جمع‌آوری کرده و از دانش‌های دیگر جدا میشه، که حالا این تعبیر علم اون اصطلاح جدیدشه، که دیگه مجموعه دانش‌هایی که بر محور یک موضوع یا یک غرض دور میزنه اون رو بهش علم میگن. حالا بحثم هست که آیا تمایز علوم به اغراض یا تمایز علوم به موضوعاته. حالا به نظر حقیر تمایز علوم به موضوعاتشه که توجه به غرض هم قطعا درش خوابیده. حالا اینو تو بحث موضوع علم مطرح شده، ما هم در اون بحث موضوع کل علم ما یبحث عن عوارض ذاتیه یه مقداری اونجا بحثشو کردیم، حالا اینجا اشاره میکنیم. به هر حال علم اخلاق موضوعش به هر حال در مرحله اول نفس انسانی است، از جهت دارا شدنش نسبت به صفات مطلوب یا غیر مطلوب. نفس انسان موضوع علوم احوال مختلفی قرار میگیره، منتها هر علمی تمایزش به اون جهتی است که نسبت به اون موضوع توجه میشود. لذا در فلسفه هم که درباره موجود بحث میشه، باز اون جهته مطرح میشه، موجود من حیث و انه موجود موضوع فلسفه است. به هر حال وجود موضوع همه علوم است، منتها این علوم برای مشخص شدنشون باید اون حیث رو داشته باشند، که اون حیث هم تغییریه میشه هم حیث تعلیلیه میشه. تغییریه میشه که خاصش میکنه، تعلیلیه میشه که اون جهت رو در این علم خلاصه ناظره که مباحثش بر اساس اون جهت دور میزنه. خب حالا این هم یک بحث که در اینجا مطرح میشه. ما باید حالا کاربردها رو در نظر بگیریم. به نظر میرسه که در کاربردهای دینی گاهی افعال هم جنبه اخلاق خلاصه داده شده، چون ما با این دیدگاه این بحث رو باید دنبال بکنیم. گاهی تو این کتاب ها این جهت مقفول قرار گرفته که ما به هر حال فقه اخلاق دینی رو داریم بررسی میکنیم. حالا با یه روش عقلایی و بعدش هم یک به هر حال جنبه تعبدی، اما روش عقلایی در نحوه استنباط باید مورد توجه قرار بگیره. یه بحثی که اینجا هست این است که فرق بین فقه و اخلاق چیه، رابطه فقه با اخلاق چیست، آیا مباحث
اخلاقی احکام فقهی را میپذیره یا نه، این خودش یک بحثیه. بعضی ها از بزرگان ما مباحث اخلاقی رو در فقه مطرح کردن، مثل مرحوم صاحب وسائل در باب جهاد عنوان جهاد برحال اصغر جهاد اکبر رو هم مطرح کردن و ایشون تقریبا هر صفتی رو که مطرح میکنن روایاتش رو یه عنوان میدن. این عناوینی که صاحب وسائل رحمت الله علیه به مباحثش میده خیلی راهگشاست از جهت استنباط احکام به حال فرعی در باب فقه مصطلح و هم در اینجا، اینجا هم همون احکام رو مترتب میکنه. یجب و مثلا حسن الظن بالله، مثلا یحرم و سوء الظن بالله به عنوان مثال. اینجا این عناوین رو ایشون محور قرار بده، یا یستحب و بحث استحباب و اینها، چون احکام مسائل فقه مصطلح بر اساس تکالیف به حال خمسه دور میزنه، اما مباحث اخلاقی عمدتا این جهت درش بحث نمیشه که واجبه یا نه، ثواب داره یا نه، و گفته میشه فضیلت یا رذیلته، که فضیلت در جهت سعادت انسان به هر حال دخالت داره، رذیلت در جنبه شقاوت، که البته بدون به هر حال ثواب یا عقابی نیست، همون اون ثواب و عقاب یک واژه اختصاصی عمدتا در فقه مورد بحث قرار میگه، فقه الاحکام، اون در فقه اخلاق نه. به نظر میرسه که خب یک رابطه خاصی مباحث اخلاقی با مباحث فقهی داره، اما رابطه تنگاتنگ نیست، یعنی اینطور نیست که هر بحث اخلاقی عنوان حکم بر حال فرعی هم پیدا بکنه. حالا دیگه البته این رو باید در بحث فقه فرعی، فقه الاحکام بررسی کرد که اعمال موضوعش اعمال جوارحیه یا اعمال جوانحی هم هست. اگر ما در فقه الاحکام بگیم موضوعش احکام جوارحیه، اعضا و جوارحه، خب بعضی از مباحث که احکامی برش بار میشه از فقه، بحث فقه میه خارج میشه، مثل سوء ظن بالله. سوء ظن صرفا یک حال حالت نفسانیه، یا سوء ظن به مردم، این احکام خلاصه باطنیه، فعل باطنی انسانه. بله، به هر حال البته ظاهر بیانات فقها افعال جوارحیه، من البته خب یک مباحث خاصی در نحوه استخراج
مباحث اخلاقی اینجا باید مطرح بشه. اینطور نیست که اون مقدماتی که در استنباط احکام فرعی به کار گرفته میشه عیناً همونها در اینجا، اونها اجمالاً هست، اما اینجا به هر حال یک امور دیگری که حالا عرض میکنیم و خب گفتند باید مورد توجه قرار بگیره. به هر حال غرض این است که یک ارتباطاتی بین مباحث اخلاقی و احکام فرعی هست که به هر حال هم در اخلاق اون مسئله بحث میشه، هم در مباحث احکام، مثلا غیبت. غیبت هم در مباحث اخلاقی بحث میشه، هم در مباحث تربیتی بحث میشه، هم در مباحث فقهی. کتاب الغیبه مرحوم شیخ نوشتن، مرحوم شهید کتاب الغیبه نوشتن. غرض این است که حیطه این علوم اجمالاً باید روشن بشه که اولاً حیطش صفات نفسانیه و اون صفاتی که بر محور ارزش و ضد ارزشه، یا اون صفاتی که احکام بهش متلطب میشه، اون مایز بین برحال احکام اخلاقی و احکام فرعی همینه عمدتاً. که البته منجزیت و معذریت در احکام فرعی هست، اما در احکام اخلاقی نیست، که اینم لازمه شه. لازمه این که احکام خمسه بر برحال وظائف عملی مترتب میشه اون منجزیت و معذریته، اما در احکام اخلاقی این چنین نیست. بر محور به هر حال فضیلت و رذیلت و به نوعی وجوب فعلی حکمی در اتصاف به فضائل نفسانی برای انسان نمیاد اگر محورها رو جدا بکنی. خب فرقهای دیگه هم دارن دیگه. البته یه فرق دیگرش این است که احکام فرعی بر عمدتاً اعتبار و امر و نهی دور میزنه، اما احکام اخلاقی نه، چون جنبه های توصیفی داره که به نوعی بیانگر این است که چه چیزی خوبه چه چیزی بده. یعنی ما ارزش رو باید تفسیر بکنیم که به چه معناست و ضد ارزش، وقت این صفت از مصادیق ارزش میشه، این صفت از مصادیق ضد ارزش میشه، که به هر حال صفات امور تکوینی هستند. تطابق صفات با ارزش اون هم جنبه تکوینی پیدا میکنه، با سعادت جنبه تکوینی پیدا میکنه، و ضد ارزش هم همچنین. حالا به نوعی، حالا اگر ما بخواهیم دقیق تر صحبت بکنیم در حیطه دین، صفات ارزشی اون صفاتی است که ما رو با کمالات الهی مرتبط میکنه، اوصاف کمالیه الهی مرتبط میکنه، به نوعی ربطی به خدای متعال داره. اما ضد ارزش نه، این ارتباط به حال دور میشه. البته در احکام فرعی هم ارتباط با هر حال اقدالاست، منتها محورش یک به حال
امور اعتباریه که پشتوانه اش جنبه های تکوینی داره که مصالح و مفاسد باشه. فرق بین صفات نفسانی و احکام اخلاقی و وظائف فرعی و احکام فرعی این میشه که در احکام اخلاقی اگر باید گفته میشود، این بایدهای اعتباری نیست، این باید بر حال وجوبیه، نباید بر حال منع خارجیه، این رو داره بیان میکنه. در قالب باید و نباید هم میاد احکام اخلاقی، اما اینها جنبه های اعتباری نداره که از ناحیه شرع مقدس مثلا یا امثال اغلا جعل بشه. این اقتضای نفس انسانی با سعادتش این صفت رو میطلبه، اقتضای نفس انسانی با اون شقاوتش نعوذ بالله این صفت رو میطلبه. اون نباید نسبت به سعادت در یک صفت، باید نسبت به یک صفت درباره در ارتباط با اون سعادت. مثل الزاماتی که در واقعیات عینی ما اجرا میکنیم، گفته میشه وقتی علت محقق بشه حتما معلول موجود میشه. این باید تکوینیه که معلول همواره مترتب بر علت است. بله بله، اینجا می شود این باید اخلاقی میشه. بله، اگر ما توجه داشته باشیم که احکام تابع مصالح و مفاسده و انسان اگر بخواد به سعادت برسه اون مصالح رو از راه این احکام باید کسب بکنه، این باید می شود باید اخلاقی. بله، این به تبع دیگه این فعل رو باید انجام بده. نباید به همین صورته، این می شود باید و نباید اخلاقی که در بر دارد یک باید و نباید فرعی را. این حیثیت ها رو باید ما جدا بکنیم. یه فرق دیگری هم گفته شده بین فقه و اخلاق که همون در رابطه تقریبا توضیح دادن اون مطلب قبلی که به طور خاص گفته میشه، و اون این که فقه همیشه در قالب خاص مطالبش رو مطرح میکنه، واجب، حرام، مستحب، مکروه، مباح، یک چیز با خصوصیاتش محال حرامه، یک چیز با خصوصیت دیگرش واجب، دروغ، با این خصوصیات حرام، با این خصوصیت واجب. به این معنا این قالب خاص در تحت عناوین احکام خمسه. اما در اخلاق نه، اخلاق مسائل اخلاقی یک قالب خاص که یک مصداق رو به این معنا فرا بگیره و در جنبه مطلوبیتش این مصداق مطلوبه، باید اخلاقی داره، مصداق دیگرش نه، اینطور نیست. در فضیلتش نسبت به یک صفت مراتب داره، اینو میگن تشکیک. اصل این مسئله مطلوبه، توکل مطلوبه، اونطور مراتب داره، و حسد
نامطلوبه، این هم مراتب داره. بنابراین اینطور نیست که یک قالب خاص، یک مصداق خاص داشته باشه. اما مسائل اخلاقی، مسائل فرعی چنین نیست. اگرچه در بعضی از مصادیق اینا با هم دیگه همسویی دارند، این هست، اون ارتباط فقه و اخلاق رو بیان میکنه، اما این تمایز به هر حال واقعی هست. لذا خودش بحثیه. بعضی ها در جانب این مسائل به هر حال اخلاقی خیلی دید بالا رو گرفتن، لذا خیلی سخت میشه. مثلا نیت قربت چه باشد که دخالت در عمل داره؟ اگر کسی نیت ثواب بکنه آیا مجزی هست یا اینکه مجزی نیست؟ بعضی از بزرگواران دید فقهیشون به حال همینه، مرحوم سید ابن طاهر رضوان الله علیه، که این اصلا مجزی نیست. خب حالا اینجا باید بحث بشه که آیا ما به هر حال نیت قربت فقط یه درجه داره یا اینکه نه، اونی که اصل است در یک حکم فقهی که نماز و عبادیات باشه، که امر باطنی هم هست جزء واجبه، این کدوم مرتبه شه؟ اون مرتبه بالا شه یا اون مرتبه ای که اینا دیگه بستگی به نحوه استنباط داره از ادله، که ببینیم که ادله چی میگه و اون دیدگاه هایی که ما از ادله پیدا میکنیم که دین با استوال از سمحت سهله، که این یکی از مباحث مبانیه احکامی که شرع مقدس، چه حالا احکام فردی چه احکام اجتماعی داره، این رو باید مورد توجه اول قرار بدیم و الا هیچ کس نمیتونه اون مراحل اول اصلی دین رو طی بکنه. خب اینها مباحثی است که باید مورد توجه قرار بگیره در فقه الاخلاق، محورش به هر حال روشن بشه، اون مطالب اخلاقی که در منابع دینی ازش بحث شده است، اینها با به هر حال روش‌های استنباطی استخراج میشه، اون وقت گفته میشه این صفت فضیلته، این صفت فضیلته. وقت اون جنبه ها باید مورد توجه قرار بگیره، این صفت با مراتبش فضیلت میشه، این صفت با مراتبش فضیلت میشه. مثلا درباره زهد تعریف های مختلفی در روایات آمده. اصل زهد اجتناب حرامه. بعد در یه بیانی میفهمد که زهد این است که شما حال اظهار یأس از غیر خدای متعال میکنید. خب اینا چجوری با همدیگه جمع میشه؟ بله، لذا باید این محورها مورد توجه قرار بگیره. حالا نکتهش همینه ها، ما وقتی که به متن دین توجه میکنیم این محورها رو میگیریم. یه نکتهی در بحث اصول مطرح کردن، نکته خوبی هم هست، که اساساً علم اصول استخراج میشه از بایدها و نبایدها، از نظام دستوری، تا
تا ما نظام دستوری نداشته باشیم که این نظام دستوری در قالب الفاظ مطرح می شود، این نظام تشریع، حالا نظام تشریع، تشریع الهی یا تشریع به هر حال مردمی، مردم برای خودشون قانون جعل بکنن، ما به هر حال مسائل اصولی چندان مطرح نمیشه. لذا گفته شده اینا علوم عالی هستن، ابزاری هستن. همیشه این نکته رو باید توجه داشته باشیم، علوم عالی و ابزاری در قالب یک علوم اصلی قرار میگیره و استخراج میشه. صرف و نحو و اینها اینچنینه دیگه. ما وقتی که ملزم هستیم به تبادل افکار از نظر نظام دنیاییمون، خب اینجا برای اظهار منویاتمون، علوممون به دیگری نقل و انتقال، در یک قالبهایی باید این مطالب رو بریزیم. اینجا مقصد چیز دیگری است، این میشود ابزار. بحث صرف پیش میاد، بحث نحو پیش میاد، بحث به هر حال تفکر در اون موادی که القا میشه، استنتاج و قالب های استنتاج و مسئله منطق مطرح میشه و امثال اینها. علم اصول هم این چنینه. علم اصول یک قالب هاییست که عمدتاً از قالب های الفاظ استخراج میشه. خب این سخن چند پهلو ظهور مطرح میشه، به یک معنا بیشتر نظارت داره. اینو بشنگن ظهور. ظهور حجت یا نه در برابر نص؟ شخص گاهی نظرش رو با دقت میگه که هیچ برحال پهلو دیگه نداره، چند پهلو نیست، این میشه نص، این میشه ظاهر. خب ظاهر اونی که ازش تو ذهنها میاد در بین محاوره، اون حجیت پیدا میکنه و همینطور و همینطور امر در چیه و نهی و بس. بنابراین عام و خاص و غرضم اینه که ما وقتی به متن دین رجوع میکنیم برای فهم مسائل اخلاقی، این نکات ازش استفاده میشه که باید برای حل اینها ما یه چاره ای داشته باشیم. همونطور که در مباحث فقهی این چنینه، وقتی رجوع به تشریع میکنیم، تشریع طبق یک اصولی که از جانب مشرع و اون کسانی که شرع برشون داده میشه به دست میاد، بر اساس اون اهداف، این به هر حال قالب های احکام فرعی به هر حال استفاده میشه. در اخلاق هم به این صورته. خب چند تا نکته باید اینجا مورد توجه قرار بگیره که خب این آیون تو این کتاب ها بهش توجه کردن، خب توجهات خوبی هم هست، ما هم اینها رو بیان میکنیم. نکته اول که اینها جنبه های گفتن چالشی مباحث اخلاقی است، این که مفاهیم اخلاقی اینها تشکیکیه، یعنی یک مفهوم خاص به ما ارائه نمیده. فضیلت رو بیان میکنه، اما اینکه این فضیلت یک قالب خاص داشته باشه مثل احکام فرعی، این چنین نیست.
این با اون سعهش این مفهوم رو به ما ارائه میده. این یک نکته. نکته دوم تعریف این برحال مفاهیم در متون دینی، که این تعریف ها هم خلاصه مختلفه. حالا نخیر، موضوعات هم همینه دیگه. بله، موضوعات هم به هر حال مورد توجه عمدتا احکام متفرع بر موضوع میشه دیگه. نوعا در صفات مطلوب اون ارزش محمول همه صفات مطلوبه. مثلا تواضع ارزشه. حالا معنای تواضع، اقسام تواضع، اینها همه تحت این قرار میگن که ما به چه معناست. خود تواضع مثلا معنا میکنه رو سلام کردنه یا نه. در یه جا اصلا حقیقت تواضع معنا میکنه این است که در برابر حق شما خضوع بکنی هر جا که باشه. وقت چیزای دیگه میشود اون ظواهر و مظاهر تواضع. قصدم اینه این مفهوم باید اول روشن بشه، محمول عمدتا دیگه خودش روشنه. اما در احکام فرعی نه، نوعا موضوع مشخصه دیگه، یه قالب خاص داره، حکم هم برش مترتب میشه. سوم اون برداشتهایی که از گزاره‌های اخلاقی از متون انسان میکنه، این هم خودش یک به هر حال چالشی رو برای ما می آورد. که البته خب در این کتاب به طور مفصل‌تر استنباط حکم اخلاقی نمیشه جای عالمزاده نوری مسائلش رو دیگه ایشون بیان کرده. ما اینجا چون گفتیم یکی دو جلسه کلیات رو بیان میکنیم دیگه تو این جزئیات ما وارد نمیشیم. حالا عزیزان با این نکاتی که عرض کردیم انشاءالله رجوع بشه که محورهای بحثها باید در فقه الاخلاق مورد توجه قرار بگیره، که اول البته بحث مبانی مطرح میشه و بعدش بحث مسائل، که با این دیدگاه که ما به متن رجوع میکنیم که متن دین باشه، برداشت از مبانی هم مختلفه. اینم باید بهش دقت کرد. یعنی هر مبنایی رو که ما برای یک صفت اخلاقی در نظر میگیریم خود اینم تشکیکیه، که البته در مرحله اول اون مبنای عمومی محور قرار میگیره، بعد اون معانی به حال طولی ترش، عمیق ترش. این رو باید بهش توجه داشته باشیم. از مسائل مهمه به هر حال این علم اخلاق که بنابر هر دیدگاهی یه اسمی پیدا میکنه. مثلا اخلاق عرفانی، اخلاق عرفانی اساسش یک مبنای خاصی پیدا کردن از بینش جهانبینیه، بعدش این حالات نفس انسانی که مطرح میشه با اون خلاصه معنای دقیق تر با اون مبنا مناسبت داره.
اینا رو بهش باید توجه بکنیم که به نظر میسه کمتر بهش توجه میشه. اخلاق فلسفی مثلا، اخلاق فلسفی فقط یک ظاهری از افعال انسان رو، حالات انسان رو بر اساس قوای او خلاصه مترتب میکنند، اما حالا عمیق بشند در این قوه که این قوه دارای مراتبیه، این دیگه توی بحث اخلاق فلسفی نمیاد. اینا رو دقت داشته باشید. لذا بحث فقه الاخلاق که مطرح میشه باید این جنبه ها بهش توجه بشه. بعضی ها حالا باز بین پرانتزه تو همین نوشته ها یه خلطی هم شده و اون این که اول این روش ها رو مطرح کردن بعد وارد تبیین این مباحث شدن. به نظر حقیر نباید این اقسام اخلاق در بحث فقه الاخلاق مطرح بشه که ذهن رو شکل بده. ما باید اول این بحث رو خالص مطرح بکنیم. فقه به چه معنا؟ اخلاق در متن دین به چه معناست؟ اون وقت فقه الاخلاق چه لوازمی رو میطلبه؟ بعد بریم اون مبانیش رو به حال به دست بیاریم. پس خلاصه میکنم این چالش هایی که هست، بعد یه اون نظر خود رو عرض میکنم که جنبندی بشه، معلوم بشه اینجا به هر حال چه مسائلی در این مباحث مورد توجهه. بله، چالش دیگری که گفته شده برداشت بر اساس ثواب و عقاب است که ما اینها رو چگونه ما مطرح بکنیم. پنجمیش هم برداشت گزاره‌های اخلاقی بر اساس اعداد و خصال، عددها، گاهی عدد مطرح شده، این اعداد را چجوری مخصوصا در خیلی از روایات بحث افعال و تفضیل آمده که این یک چالشی است در این بحث که ما این افعال و تفضیل ها رو چگونه معنا بکنیم. آیا اصلا تو معنای افعال و تفضیلی اصلا هست یا نیست؟ که حالا نظراتی در این رابطه به حال آمده. گاهی مرحوم علامه رضوان الله هم در بحث خیر بیان میکنه اصلا اینجا معنای افعال و تفضیلی نداره، اصلا خود خوبی مقصوده، اما بعضی جاها داره. لذا بعد اون سیاق کاربرد این الفاظ رو مورد توجه قرار بدیم. خب یه جنبندی بکنم اون مطالبی که گفته شد در بحث فقه الاخلاق. مقصود تدبر در آیات و روایات اخلاقی است که گزاره های اخلاقی رو مطرح می کنند، منتها با توجه به سیاق آیات و روایات. این سیاق هم باید مورد توجه قرار بگیره. کمتر در بحث های خلاصه علمی رایج در این علوم بحث سیاق، در بحث تفسیر سیاق خیلی مطرح میشه، منتها در مباحث اخلاقی باید سیاق مورد توجه قرار بگیره. همونطور که اجمالا تو بحث فقهی هم که از آیات قرآنی میخواییم استفاده بکنیم سیاق مورد توجه هست، منتها عنوان سیاق رو فقها نمیارن. عنوان سیاق رو مرحوم علامه رضوان الله در کل مباحث تفسیری آوردن که در آیات الاحکام هم برحال میان. در روایات مثلا فرمودن در استدلال وقتی که
از امام سوال میکنن این مطلب رو از کجا استفاده کردی؟ میگن لمکان با. این لمکان با همون استشاره به سیاقه که محوره همه مباحث این چنینه. این آیه در کجا آمده؟ یه بحث کلامی رو مطرح میکنه. وقت این اونجا استفاده این مطلب در این جایگاه میشه بحث سیاق و همینطور. در مباحث اخلاقی هم باید این نکات مورد توجه قرار بگیره که البته چون مباحث اخلاقی در متن دین عمدتاً در قالب الفاظه، ما از مباحث اصولی به هر حال قطعاً استفاده می‌کنیم. منتها یک مباحث دیگری هم اینجا مطرح میشه که گفته شد مسئله تشکیک در مطالب و مسئله عدم قالب بندی مفاهیم و گزاره‌های اخلاقی، اینا باید مورد توجه قرار بگیره. و نکته دیگری هم که باید مورد توجه قرار بگیره اون تحلیل هاییست از حالات انسان که در مباحث فقهی دیگه این مسئله مطرح نمیشه. حالا به تعبیری روانکاوی انسان، چون انسان به طور کلی در فعل و انفعالات یک فعل و انفعالات روحی پیدا میکنه، این هم مورد توجه باید قرار بگیره. لذا مثلا گفته میشه مسائل اخلاقی فطریه. این فطری بودن مسائل اخلاقی باید اینجا مورد توجه قرار بگیره که اگر یک جا ما دلیل سن لفظی پیدا نکردیم، میتوانیم به فطری بودن این صفت و ضدش و حال تمسک بکنیم، این رو به عنوان یک گزاره اخلاقی مطرح بکنیم یا نه؟ به نظر میرسه که میشه، منطقه با توجه به اون مبانی، با توجه به مبانی که ما فطرت رو چگونه معنا بکنیم میتوانیم به هر حال بعضی از صفات نفسانی رو با استشهاد با فطرت مطرح بکنیم. منطقه یه نکته دیگه هم از کال انشاءالله توضیح بیشترش در جلسه آینده مقدمتاً عرض میکنیم و اون این که آیا در مباحث اخلاقی میشود به بله در مسائل فقهی قول و تقریر و فعل امام حجته، آیا در مباحث اخلاقی می توانیم به فعل امام به هر حال تمسک بکنیم؟ فعل امام سر جای خودش ها، بحث تمسکه، این هم مطرح شده، چون به هر حال فعل چند پهلوه دیگه. این خودش بحثیه که در مباحث اخلاقی آیا به فعل امام میشود تمسک کرد یا نه، انشاءالله یه توضیحی در جلسه آینده خواهیم داد. بله، جایگاه عقل در اینجا عمدتاً به نظر میرسه که چون بحث در اخلاق بحث حجیت نیست، معذریت و منجزیت نیست، فقط به عنوان ارشاد میشود از عقل استفاده کرد.
در احکام چون بحث منجزیت و معذریت، عقل یکی از منابع میشه. حالا اونم البته خودش بحثی که به طور کلی یا اینکه نه در حال طول کتاب و سنت. اما در اینجا نه، البته عقل حکم به حسن و قبح میکنه، حسن و قبح افعال و حسن و قبح صفات، این هم هست. منتها اون نکته که در باره فطرت عرض کردیم شاید در اینجا باشه، در جانب اخلاق این حکمش به حسن و قبح به جنبه فطری بودنشه. یعنی ما به سیره عقلا اینجا تمسک نمی کنیم، به این حکم فطری تمسک می کنیم که به یه تعبیر دیگر این حکم فطری میشه هم حکم عقل. چون بحثه که فطرت به چه معناست؟ فطرت عقل یا فطرت قلبه؟ فطرت عقل در واقع به شناخت تکیه میکنه، چه هست چه نیست، چه باید چه نباید. فطرت قلب به گرایش توجه داره. اینو دقت داشته باشین، تو بحثایی که در باره فطرت بحث شده باید این رو ما بررسی بکنیم. فطرت عقل مقصوده که انسان به گونه ای آفریده شده که اینها رو درک میکنه، این خوبی ها بدی ها واقعیت لا واقعیت، یا اینطوری معنا کنیم به گونه ای خلقت شده آفریده شده که کشش به این خوبی و تنفر از این بدی داره. این هم یه بررسی بکنید، کمتر شاید توی مباحث فطرت به این صورت توجه شده. بله بله بله، منتها غرضم اینه خارج از این دوتا معنای دیگری داره یا نه. بعضی ها طوری معنا میکنن که یه چیزی حالن حواظ، وقتی دستشون رو بگیره هی دم از فطرت میزنیم، مقصود چیه؟ نمیتونن بیان بکنن. غرضم اینه باید بیان بشه دیگه. فطرت الله التي فطر الناس عليها ذلک دین القیم. دین به هر حال مجموعه اعتقادیات و اخلاقیات و اعمال، این فطری است. این درک اینها یا کشش به اونها، به تعبیری خداگرایی، خداشناسی که بعضی از بزرگان این رو، مرحوم آیت الله مصباح این رو بیان کردن، خیلی ایشون در موشکافی مباحث برحال سهم به سزایی دارند که این دوتا رو باید ما جدا بکنیم که حالا کدومش قبله کدومش بعده، اونم یه بحثیه. خدا شناسی قبله خداگرایی یا دیگری. و صلی الله علی محمد.